حزب رجب طیب اردوغان شهرداری استانبول را به مخالفان واگذار کرده. آیا این آغاز پایان عدالت و توسعه است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. استانبول یکی دیگر از سنگرهایی بود که حزب عدالت و توسعه در ماه‌های اخیر از دست داد، بعد از چند شهر دیگر از جمله آنکارا، پایتخت ترکیه. اما استانبول مثل هر شهر دیگری نیست، شهری است که خود رجب طیب اردوغان قدرت گرفتنش از آنجا آغاز شد و خود او گفته بود قدرت به کسی میرسد که استانبول را داشته باشد، مرکز قدرت و ثروت در ترکیه. برای حفظ قدرت در استانبول، حزب عدالت و توسعه تا آنجا پیش رفت که انتخاباتی که 3 ماه پیش در آن شکست خورده بود را تجدید کند. اکرم اماموغلو از حزب جمهوری خواه خلق بار پیش با اختلافی اندک برنده شده بود، اما با تجدید انتخابات با برتری روشن کلید شهرداری استانبول را به گردن آویخت. اهمیت این پیروزی چیست؟ آیا این به معنای آغاز پایان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه و مردی است که 25 سال است قدرت را در ترکیه قبضه کرده؟ چه تأثیری بر سیاست در ترکیه می‌گذارد و چه اثری بر نقش جهانی این کشور دارد؟ 3 مهمان دعوت کردیم. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه و استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک از نیکوزیا در قبرس شمالی. مهمت کوچ، پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا از همین شهر. و اینجا در استودیو عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استانبول. خوش آمد میگم به هر 3 نفر شما. از شما شروع کنم آقای ولی، شما در استانبول زندگی کردید، این شهر شهری است که در اونجا کار هم میکنید. چطور میبینید این پیروزی رو؟ آیا آغاز یک تغییر جدی است؟ نظر من زوده فعلا یه همچی قضاوتی کردن. بدون تردید حزب عدالت توسعه و به خصوص آقای اردوغان خب یک ضربه بزرگی خورده، بدون تردید، به خصوص برای کسی که از 2002 تا به حال همیشه در انتخابات پیروز بوده، مطمئن بوده و همیشه به اصطلاح در صحنه سیاسی یعنی تأثیر گذار بوده و تصمیم گیر بوده. این برای کسی مثل ایشون خب یه ضربه بزرگی هست. ولی به غیر از این، اگر برگردیم ببینیم این یعنی چه تبعاتی داره و از کجا ناشی شده، بدون تردید الان ناظران به رابطه آقای اردوغان با حزبش، رابطه آقای اردوغان با کابینش، از همه مهمتر رابطه آقای اردوغان با پشتیبان به اصطلاح اجتماعیش و طبقات اجتماعی مختلفه و اینا دارن بازنگری میکنن. بعضیا ممکنه به این نتیجه برسن که ایشون الان اون کنترلی را که 3 سال پیش یا 2 سال پیش روی به اصطلاح عرصه سیاسی داشتند نداره. بعضیا ممکنه فکر بکنن نه، ایشون هنوز دستشون بازه و میتونن مانور بدن، یعنی مانور بدن، امکان مانور و مثلا حرکاتش در یک میدانی که الان داره بیشتر از گذشته باز میشه، یکی از تبعاتی بودی که الان میدان سیاسی ترکیه بازتر میشه و اکتورها و به اصطلاح فعالین دیگه الان این را که میبینن با پروژه های متفاوتی میان توی این. ولی اینا باید گفت که آقای اردوغان هم بالاخره الان در اونجا یعنی این امکان هنوز امکان و قابلیت مانورش هست. به نظر من الان زود هست که بگیم، فقط باید بگیم که به محبوبیت ایشون، مشروعیت ایشون و تا حد زیادی قابلیت نفوذ ایشون در صحنه سیاسی آقای گلکاریان، نظر شما چیه با توجه به اینکه این انتخابات تجدید شد؟ در دور اول آقای اماموغلو با اکثریت اندکی پیروز شده بود، در دور دوم اکثریت چشمگیر به هر حال خیلی چشمگیرتر از دفعه اول بود. فکر میکنید که معنی سیاسی این چه هست؟
البته همونطور که شما هم اشاره کردید، در انتخابات 31 مارس آقای امام اوغلو با 14 هزار تفاوت رأی تونسته بود که پیشی بگیره. منتها با توجه به این که در طول این مدت دو ماهه که مجدد انتخابات برگزار شد، اتفاقاتی که در سیستم سیاسی ترکیه رخ داد و نوع نگرشی که حزب عدالت و توسعه نسبت به آینده سیاسی خود داشت و سعی می‌کرد به هر عنوانی در واقع حاکمیت خودش رو، موفقیت خودش رو از استانبول دور نکنه و همونطوری موفق بشه، برخورده های ناشیانه ای کردن که میتونیم در واقع تمایلات خاصی که رسانه های گروهی نسبت به این حزب داشتن و یا یک جانب نگری و از همه مهمتر در واقع استفاده ابزاری از کارت های بازی متفاوت از جمله از خورده ها که در اواخر هفته پیش از انتخابات که اعزام یک نماینده به پیش آقای عبدالله اوجلان و همچنین اختلافی که بین افراد در واقع حامی اوجلان و آقای دمیرتاش اتفاق افتاد، اینا در واقع دست به دست هم دادند و نگرش خاصی رو در جامعه پدید آوردن که ملت احساس کرد که واقعیتش این یک مبارزه سیاسی بر حاکمیت مطلق بعد از آغاز نظام ریاستی در ترکیه است و باعث تغییرات اساسی داده بشه. به همین خاطر ما این دفعه شاهد تفاوت‌های فاحشی در آرا بودیم، به طوری که مواضع چندین منطقه که تا به امروز در مدت 14 سال گذشته همیشه حامی حزب عدالت و توسعه بودن، مانند منطقه فاتح، مانند منطقه اسکودار، بیوغلو و سایر جاهای دیگه، اینها یه سری گرایشاتی داشتن که معلوم شد که افزایش این رأی در واقع جریان آرایی بوده که از طرفداران حزب عدالت توسعه نصیب آقای امام اوغلو شده. و آقای کوچ، شما چه فکر میکنید؟ شما در آنکاره هستید، جایی که در دور در واقع قبلی انتخاباتی که برگزار شد چند ماه قبل واگذار شد به در واقع حزب عدالت و توسعه، اون رو واگذار کرد. فکر میکنید که این شکست های پیاپی چه تأثیری بر سیاست های این حزب میگذاره؟ آیا آماده بازنگری هستند؟ خدمت شما عرض کنم حزب عدالت و توسعه بعد از 25 سال هم شهرداری آنکارا را از دست داد، هم استانبول را. یعنی این دو شهردار در واقع همزمان به دست گرفته بود، آقای اردوغان و آقای ملک گرچک، هر دو هم از صحنه در واقع از شهرداری خارج شدن. البته آقای اردوغان بعد از اینکه اومدن به حزب عدالت و توسعه دیگه اون وظیفه را سپردن به افراد یا به هر حال اعضای حزب کسان دیگه. الان بله، این تأثیر خواهد داشت قطعاً، چرا که حزب عدالت توسعه از زمانی که سر کار اومده دست به یک سری اصلاحات ساختاری در زمینه اقتصادی، بهداشت زیر ساختها، خدمت شما عرض کنم در عرصه سیاسی ساختار سیاسی نظام را عوض کرده و به جایی رسیده که در واقع میتوان گفت نیازهای اولیه نه تنها در آنکارا استانبول، در سراسر ترکیه را میتوان گفت تأمین کرد، برآورد کرد، ولی متاسفانه در راستای تأمین نیازهای ثانویه، بحث آزادی‌های سیاسی، بحث حقوق بشر، تقویت و تعمیق دموکراسی، امثال اینها نتونست به اون اندازه‌ای که تو نیازهای اولیه موفقیت داشته باشه یا توسعه و گشایش‌هایی که داشت در اون عرصه، در این عرصه داشته باشه. بنابراین می‌بینیم که یک کاندیدی مثل آقای بینالی یلدرم که 16 سال خدمات بسیار ارزنده‌ای در سراسر ترکیه، نه فقط استانبول، پروژه‌های بسیار بزرگی را اجرا کرده و در این فکر می‌کنید دلیلش چیه آقای کوچ؟ با توجه به اینکه این آقای امام اوغلو آدم زیاد مشهوری نبود قبل از اینکه در این دوره انتخابات، در واقع دور پیشین اسمش سر زبونا بیفته، شهردار یه منطقه‌ای در استانبول بود، خیلی آدم شناخته شده‌ای نبود. چی شد که او میاد با این اختلاف قابل توجه کسی مثل بنالی یلدریم رو شکست میده؟ ببینید، مدت هاست در پایگاه، نزد پایگاه مردمی خود حزب عدالت و توسعه یک سری ناراحتی ها و نارضایتی ها وجود داشت و این در یک دو تا انتخابات هم خودشو نشون داد، به خصوص در رفراندوم که برگزار شد
توقع بر این بود که 60% آرا حداقل مثبت باشه، ولی دیدیم که به 51% کاهش پیدا کرده. چون وقتی حزب عدالت و توسعه با حزب ملی‌گرا توی کفه ترازو قرار میگیرن، تقریبا و با اون ساختار اجتماعی ترکیه را در نظر بگیریم که در گذشته قریب به 70%ش محافظه‌کار و سنتی بودند، الان دیگه محافظه‌کار و سنتی نیستند، از اون فاصله گرفتند. و در فاصله گرفتن این خود حزب عدالت توسعه نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و اون تغییر دگرگونی که به وجود آورده، متاسفانه خود حزب عدالت و توسعه، خود آقای اردوغان نتونسته در نتیجه این دگرگونی ها گشایش هایی در عرصه سیاسی انجام دهند. می‌بینیم که آقای اکرم امام‌اغلو اومده یک سری گفتمان‌های جدید رو مطرح کرده، در حالی که در رابطه با وعده هایی که داده هنوز برای مردم جای تردید وجود داره. متوجه شدم. بنابراین آقای کوچ، شما می‌فرمایید که حزب عدالت و توسعه یک طبقه متوسطی رو ایجاد کرده که الان اون طبقه متوسط خواسته هایی دارن، خواسته های سیاسی و اجتماعی دارن که از پسش بر نیامده یا شرایطی رو نتونسته ایجاد کنه که اونها رو راضی بکنه. شما رو موافق اینا ولی ببینید، با این اساس هژمونی حزب عدالت و توسعه و شخص آقای اردوغان در حقیقت این موفقیت اقتصادی بود که ترکیه در 10-15 سال قابل انکارم نیست. بله این بود و الان این مسئله دوچه این البته موفقیت اقتصادی خیلی خاصی بود، تا حد زیادی این اقتصاد اعتبار کردیت بود، توجه میکنی. بعد روی مسئله عمران و ساختن و ساختمان اینا بود. بعد از یه طرف این مسئله کردیت و از یه طرف دیگه مسئله حامی پروری که دور این اقتصاد به وجود اومد، به تا حد زیادی مبانی خود اینا تضعیف کرد. بعد وقتی که فساد و راندکاری کرد، بله وقتی بر راندخاری گسترده الان در استانبول مخصوصا، بعد وقتی که این هژمونی الان اینه که مثلا این انتخابات در حقیقت یک نوع شکافی هستش در هژمونی آقای این حزب و آقای اردوغان و این احتمالی در اینجا دست آقای اردوغان زیاد باز نیست، برای اینکه سیاست اقتصادی یعنی مقابله با بحران اقتصادی یک چیزی نیست که در یک هفته دو هفته با یک سیاست دو سیاست واقعا مسئله بکنه. اقتصادی هست چون به هر حال بعد از کودتای دو سال پیش در ترکیه خیلی چیزها تغییر کرد. شرایط سیاسی خیلی بسته تر شد، رسانه ها به شدت تحت فشار، تعداد زیادی روزنامه‌نگار در زندانن. نه اینا درسته، من دارم میگم که یعنی گفتم یعنی مبنای اصلی این هژمونی اقتصادی بوده، ولی بر اساس اون هژمونی آقای اردوغان یک سلسله اشتباهات خیلی بزرگی کرد، همینچون که دوست ما گفتن در مورد مسائل حقوق بشر، یعنی حقوق شهروندی، بخصوص مسئله حقوق اقلیت‌ها در اونجا، بله اینا خب مسائلی بوده. بعد یک مقدار تا حد زیادی هم مسائلی در سیاست خارجی پیش اومد. من فکر میکنم یکی از اساس این مسئله سیاست غلط حزب آقای اردوغان شخص خودشون در سوریه بوده که الان در یک بنبستی گیر کرده. توجه به نظر من آقای اردوغان همون اشتباهی را که در مورد کردستان عراق کرد در مورد سوریه هم کرد، یعنی از نقطه با ذره‌بین رابطش با و خود کردای ترکیه به اونجا نگاه کرد، اینا را به هم بست و هنوز هم به هم میبنده. متاسفانه این یعنی از نظر خودشون این سیاست در نه در منطقه و نه در عرصه بین المللی زیاد خریداری نداشت و تا حد زیادی هم باعث شد که با آقای اردوغان فشار بیاد و به طرف روسیه بره در اینجا که بتونه یک بالانسی در سوریه ایجاد بکنه.
اینا همش مسائلی هستش که سیاست خارجی و تاثیرش در واقع تاثیر این تغییرات بر سیاست خارجی و تاثیر سیاست خارجی بر این تغییرات صحبت خواهیم کرد. ولی آقای گلکاریان نقش کردها رو بگیم، چون خیلی صحبت میشه در مورد اینکه کردها وزنشون رو پشت آقای اماماوغلو گذاشتن، تاثیر بسزایی داشته در پیروزی او. قبل از اینکه راجع به حزب دموکراتیک خلق ها صحبت بکنیم و کردها، اول راجع به خود حزب جمهوری خواه خلق یه مقدار بیشتر برای ما بگید. این حزب چه پایگاه اجتماعی داشت و آیا میتونست بدون حزب دموکراتیک خلق ها پیروز بشه یا نه؟ کاملا سوال به جا و منطقی و در خور توجهی هست که میخواستم اتفاقا به این موضوع اشاره بکنم. حزب جمهوری خلق ترکیه علارغم تمام به اصطلاح سیستم سنتی که به ارکان و آرمانهای آتاتورک علاقمنده، یه حزب سوسیال دموکراته. و بعد از همونطور که در سوال اولم عرض کردم خدمتتون، بعد از آغاز دوره ریاستی که در ترکیه اتفاق افتاد، انتظار میرفت که در حقیقت سیستم حزبی در ترکیه به صورت چپگرا راستگرا و تقریبا شبیه ایالات متحده اتفاق بیفته. منتها شرایطی که اردوغان با حاکمیت بر مجلس و همچنین افسودن این قانون که در واقع هر رئیس جمهوری در واقع میتونه رئیس حزبی بشه، یک حوزی رو ایجاد کرد که بر اثر همین قضیه بسیاری از رسانه‌های گروهی، بسیاری از افرادی که تمایلات سیاسی خاصی داشتند، جهت استقرار و تثبیت موقعیت خودشون در واقع متمایل به حزب عدالت توسعه شدن و یک شرایط ناخواسته اختناق و تک‌حزبی رو ایجاد کردن. حزب جمهوری خلق از این فرصت استفاده کرد و یه تغییرات خاصی رو ایجاد کرد، سعی نمود که این سطر رو بشکنه و با توجه به اینکه چندین سال بود که این راه آرا رو کسب نمی کرد، این بار موفقیت رو به دست گرفت. علتش هم همین بود که یه سیستم همگرایانه رو ایجاد کرد، به طوری که در شعارهای انتخاباتی آقای اماماوغلو هم شاهد هستیم، یعنی همه بایستی به هم دیگه آغوششون رو باز بکنن بدون اینکه توجه به نژاد بشه، بدون اینکه توجهی به علایق سیاسی مذهبی داشته باشیم، همه برای در واقع ترکیه، جمهوری ترکیه اتفاق بیفته، که نماد این رو هم در عرض چند روزی که شهردار موقت بود هنوز تونست تابلوی شهرداری رو از تابلوی شهرداری استانبول به شهرداری جمهوری ترکیه استانبول تغییر بده و این تونست یه تغییرات اساسی رو در ذهنیت جامعه ایجاد بکنه که حزب جمهوری خلق به سمت در واقع تمامیت خواهی و حفظ ارزش‌های اصلی آتاتورک و جمهوری ترکیه تمایل پیدا میکنه. به خاطر همین حتی در انتخابات هم تمام احزاب رو به دور خودش جمع کرد که در اثر این بسیاری از طرفداران حزب سعادت، حزب دموکرات خلق ها هم در واقع برای اینکه سد تکتازی حزب عدالت توسعه و اردوغان رو بشکنن، مطمئنن آرای خودشون رو به این حزب دادن و آقای اماماوغلو تونست موفق بشه. و آقای گلکاریان، این که به هر حال حزب عدالت توسعه به عنوان یک حزب اسلامگرا محبوبیتی داشت و همین حالا دیروز یک نظرسنجی منتشر شد، آقای اردوغان محبوب ترین چهره جهانی در جهان عرب هست. حالا میشه نتیجه گرفت که در ترکیه هم به هر حال هنوز محبوبیت رو تا حد زیادی ممکنه داشته باشه. آیا اسلامگرایی در واقع نقشی داشت در اینکه در واقع حزب عدالت و توسعه رأی بیاره در اون دوران که علاقه به اسلامگرایی بیشتر شده بود و الان نگرانی از بالا گرفتن اسلامگرایی باعث شکست این شده در ترکیه؟ دقیقاً همینطوره. در ابتدای در واقع پیروزی این حزب در سیستم سیاسی ترکیه، طبیعتاً بعد از حادثه حزب رفاه و انشقاقی که در این حزب اتفاق افتاد و نسل جوان تونستن که حزب عدالت توسعه رو ایجاد بکنند، با گرایش اینکه یک اسلامگرای مدرن رو می‌خوایم اعمال بکنیم، تمام آرای افراد سنتی و اسلامگرا به این گرایش پیدا کردن. در طول این مدت طبیعتاً جریان‌هایی که حالا مقبوح اعلام میشه، حضور نیروها و طرفداران همون جریان فکری بلند هم مزید بر علت شد که موفقیت چند ساله رو برای حزب عدالت توسعه ایجاد کرد، هرچند که امروز با هم اختلاف نظر دارن. منتها در شرایط کنونی نسل جدیدی که در حزب عدالت توسعه ایجاد شده، این نسل جدید متاسفانه
نسل منفعلی هست که نسل دوم در واقع حزب هستند، نه انتقاد میکنند و نه در واقع جرأت در واقع طرح شرایط جدیدی رو برای اردوغان دارن و به همین خاطر یک خودتازی و یک خودبینی و یک اگویسم خاصی در حزب عدالت توسعه ایجاد شد که اگر این رو در کنار تعداد و افزایش آرای نسل جدیدی که در کل جامعه ترکیه ایجاد شده در نظر بگیریم، مشخص میشه که نسل جدید در ترکیه برخلاف آرمانهای اسلامگرایی و یا شعارهای اسلامگرایی حزب عدالت توسعه نگاه میکنند و دخالت حزب عدالت توسعه در نوع نگرش، در نوع پوشش، در نوع زندگی، در نوع دموکراسی مخالفت میکنند و اینطوری تظاهر و تجلی آرای خودشون رو در پای صندوقهای رای نشون میدن. برازم میاد آقای کوچ، این بخش از حرفای گلکاریان مشابه همون چیزی هست که در اول بحث شما گفتید، این که در واقع حزب عدالت و توسعه نتونسته همزمان با مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و سیاسی رو هم با جامعه در واقع طبقه متوسط ترکیه امروز پیش ببره. به نظر شما تأثیر همین بحثی که آقای شروع کردند، آقای ولی، بحث تأثیر سیاست خارجه روی این اتفاقات در ترکیه و همینطور تأثیری که این شکست ها روی سیاست خارجه ترکیه خواهد داشت؟ ببینید، من فکر نمی کنم موضوع بحث سوریه یا عراق تأثیر منفی بر این شکست داشته باشه، بلکه برعکس. دو سه روز مانده به انتخابات، حزب عدالت توسعه دست به کاری زد که نتیجه منفی داد. اون هم وارد جریان قرار دادن آقای اوجالان بود. یعنی در یک طرف ائتلافی که صورت گرفته، حزب ملی‌گرا قرار داره با تو این اتفاق جمهور با آقای اردوغان هستش که شدیداً حساسیت نشون میدن به موضوع PKK و بحث کردها در سوریه، بحث در واقع پی‌پی‌ده PYD و PKK واکنش منفی نشون میدن. وقتی شما میای دو روز مونده به انتخابات پای آقای اوجالان رو میکشینید در انتخابات و میخواهید یه جورایی از اون بهره ببرید که حزب پایگاه حزب مردم خلقا بیاد چیز کنه، کنار بکشه یا انشاب به وجود بیاد و طرف برنده نشه، بلکه بالعکس نتیجه داد و شاید میتوان گفت 1.5 تا 2% آرا به همین مخاطر ریزش پیدا کرد. یعنی فکر کنید اشتباه محاسباتی کرد آقای اردوغان، اشتباه محاسباتی کرد. بله، این یک اتفاقی بود، اتفاق بین حزب عدالت و ملی‌گراها، و خب ملی‌گراها حساسیت بسیار زیادی در این زمینه دارن و مطمئنا واکنش منفی نشون دادن به این امر. خب اون طرف هم یک اتفاقه، اتفاق بین حزب ایی که انشاب پیدا کرده از خود حزب ملی‌گرا، یعنی پایگاهش شدیداً ملی‌گرا هستند، اومدن با حزب جمهوری‌خواه خلق اتفاق تشکیل داده. بنابراین اونجا حداقل 1.5 تا 2% آرا ریزش پیدا کرد. و از طرف دیگه خب مردم گفتم نارضایتی که داشتن تا حالا به نحوی نشون داده بودن، اما میسن که از طرف خود آقای اردوغان یا از طرف کادر بالا یا ارشد حزب عدالت توسعه جدی تلقی نشدند. یعنی در درون حزب خود یک اولیگارشی شکل گرفته و این داره ضربه بزرگی میزنه به عملکرد حزب در سیاست ورزی آقای اردوغان. بنابراین الان توقع مردم و همین پایگاه مردمی خود حزب عدالت توسعه اینه که این پیامشون رو به آقای اردوغان رسونده باشند که آقا در این نوع سیاست ورزی باید شما تجدید نظر کنید، هم در گفتمان هم در عمل، و اون کسانی که به صورت کادر ارشد دارن سوء استفاده میکنن از اعتبار شما و از اعتبار حزب باید تصفیه بشن. آقای اردوغان اگه توجه نکنه به اینم، مطمئنن عواقب بدتری خواهد داشت. متشکرم. آقای ولی، به نظر شما به عنوان سوال آخر، اولا آقای اردوغان چه باید بکنه برای باز پس گرفتن این میدانی که از دست داده و چقدر شما آمادگی میبینید که بخواد این کارا رو انجام بده، هم در سیاست داخلی هم در سیاست خارجی، اونچه که شما میگید که تاثیر داشته؟ ببینید، من اول یه چیزی بگم. این سیاست من تا اونجایی که میدونم و با افرادی اونجا صحبت، سیاست آقای اردوغان در سوریه تاثیر منفی بسیاری بر جامعه مدنی کرد گذاشته. زندانی کردن سران کرد به معنای کنترل جامعه مدنی کرد نیست،
من حتی افرادی میشناسم که سابقا به حزب آقای اردوغان رأی میدادن ولی بعد از افرین نمیدن. از کردها؟ از کردها، بله. ولی خب نقش کردها، درصد من... کردها چقدر هست که بخواد اینقدر تاثیرگذار باشه؟ درصد رأی دهندگان کرد اونقدر هست که بتونه نتایج رو تا این حد تغییر؟ ببینید مسئله جمعیت کرد در ترکیه چقدر هست؟ ما آمار رسمی نداریم ولی بدون تردید یک از پنج نفر یا چهار پنج نفر در ترکیه کرد هست اتنیکلی. ولی مسئله این هستش، مسئله کرد از یک مسئله اتنیک گذشته، این مسئله جنبش اجتماعی است و کنترل این بسیار مشکل است. این یک. دوم برگردیم به خود سوالی که شما کردیم. من فکر میکنم امکانات عمل آقای اردوغان بستگی داره که چقدر در وضع تغییر بده. مثلا ببینید ائتلاف آقای اردوغان با آقای باخچلی بر روی یک چیز استوار هستش که مسئله کرد راه حل سیاسی نداره، باید ما راه حل نظامی داشته باشه. حزب آقای باخچلی کاملا وجود کرد را در ترکیه انکار میکنه. این ائتلاف ائتلافی هستش که سازنده نیست. اگر آقای اردوغان بخواهد فضای سیاسی را باز بکنه و بخواد بازسازی بکنه تأثیر یعنی قدرت خودشو، باید در این مسائل بازبینی بکنه. باید بازبینی بکنه در مورد این، باید بازبینی بکنه در مورد جامعه مدنی، بازبینی بکنه در اینکه در سیاست حقوق بشرش. ببینید الان چند نفر در زندان هستند در ترکیه. یا این مسئله صرفا اکادمیکایی که مثلا یک نامه را امضا کردن گفتن این یعنی این تخریب و کشتار را به اسم من نکنید. این مسائل ببینید آقای اردوغان باید بدونه که پروسه دموکراتیک یک احترام خاصی میخواد و مهمترین چیز در این در پروسه دموکراتیک شناسایی و احترام به دیگری است. توجه میکنه. و اگر کسی قدرت داشته باشه نمیتونه تصور بکنه که با انکار دیگری میتونه این قدرت را اونجوری که میخواد اعمال بکنه. ممنونم از شما آقای ولی، آقای گلکاریان، آقای کوچ، متشکرم که در این بحث شرکت کردیم و متشکرم از شما. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.